همیهنان گرامی، بینندگان ارجمند برنامه های بنیاد آینده در تلویزیون اندیشه، من محمد امینی در بخش دیگری از سری برنامه های یک کلمه پاسی رو با شما خواهم بود. پس از برنامه یک کلمه هفته گذشته و پخش نزدیک به 20-25 ثانیه از سخنان شاهزاده رضا پهلوی، چند نفر از دوستان بر من خورده گرفتند که شما در ارزیابی از دیدگاه ایشان اشتباه کردید و موضع درستی در این زمینه نگرفتید. از جمله همیهنی به نام، شاید نام مستعار باشد، به نام روزبه نوشتند که درود جناب امینی، خیلی کوتاه نظرم رو میگم و زیاد وقتتون رو نمیگیرم. اینکه شاهزاده گفتن اگر مجاهدین بیان پذیرای دموکراسی بشن نمیشه در چرخه کشور راهشون نداد، منظور مریم رجبی نیست که بیاد بگه هرچی جنایت و خیانت کردم یک به کنار و الان دموکراتم. منظور مجاهدی است که عضو آن گروه است ولی دستش به خون و به خیانت و خون و جنایت آلوده نیست. چنین تحلیلی از شما بعید جناب امینی. من به شما به عنوان مبارزی وطن پرست و راستگفتار نگاه می کنم. با تحلیل های این چنینی چه نسبت به شاهزاده و چه دیگران دنبال کنندگان را از دست ندید. سپاس. من از یادداشت ایشون که خصوصی هم بهشون پاسخ دادم بسیار بسیار سپاسگزار هستم، از اینکه هممیهنانی با تیزبینی برنامه ها رو نگاه می کنند. من در برنامه هفته گذشته چند ایراد به گروه های مختلفی گرفتم که یکی از اونها از جمله به آقای رضا پهلوی بود و جمله سخنانی که درباره مجاهدین گفته بود، و همچنین ایراد گرفتم به دیدار محرمانه در دفتر آقای نوریزاده با دو نفر از سران دو گروه قومی، دو حزب قومی در ایران، حزب دموکرات کردستان ایران و همچنین حزب کومله کردستان ایران، آقایان مقتدی و هجری. یک نشست محرمانه بود که این نشست محرمانه را اگر آقای نوریزاده در یکی از برنامه‌هاش با سخنان شیرینی که مطرح می‌کرد رو نکرده بود و حزب دموکرات کردستان ایران به اون پاسخ نداده بود، شاید این نشست همچنان محرمانه باقی می‌ماند. اشاره کردم به نشست‌های دیگری، از جمله نشست‌های محرمانه‌ای برای نوشتن قانون اساسی ایران با کمک نظریه پردازان دولت آقای ترامپ، که در جای خودش به اون به درازا اشاره خواهم کرد که نشست‌هایی برگزار شده برای چنین کاری. این پاسخ هممیهن گرامی که شاید از روی نگرانی نسبت به تأثیر سخنان من باشد جای بررسی دارد. ایشان میگویند که مراد آقای رضا پهلوی از این که اگر سازمان مجاهدین خلق دموکراسی و اصول اون رو بپذیرند اونها رو نمیشه از چرخه سیاست کشور کنار نهاد، ایشان این گونه تفسیر میکنند که مراد ایشان افراد و اعضای سازمان مجاهدین بوده. خب این اصلا درست نیست. شما بروید به سخنان مصاحبه آقای رضا پهلوی به دقت گوش کنید. گفتگو بر سر یک سازمان سیاسی است، نه اعضای یک سازمان سیاسی، چون اعضای یک گروه سیاسی رو اصلا نمیتوان از چرخه سیاست هیچ کشوری به کنار نهاد و بررسی رفتار افراد بر پایه قانون است. یعنی اگر فردی متهم بشود به اینکه دزدی کرده، جنایت کرده، خیانت کرده، چیزهایی از این دست، اون فرد رو باید بر پایه قانون پیگرد کرد. سخن بر سر حتی شرکت یک گروه در چرخه سیاسی آینده ایران نیست. ما که نمیتوانیم در یک ایران دموکراتیک در فردا جلوگیری کنیم از اینکه گروهی که هوادار خانم رجبی یا آقای مسعود رجبی هستند در چرخه یا به قول ایشون چرخه سیاست یا در سپهر سیاست ایران نقش نداشته باشند. مفهوم دموکراسی در این است که دشمنان دموکراسی هم دارای آزادی خواهند بود. مفهوم دموکراسی در این است که دشمنان آزادی و حقوق بشر هم دارای حقوق خواهند بود و ما این رو میپذیریم که حتی هواداران آقای احمدی نژاد، همین آقایی که امروز ما میشناسیم، هواداران
آقای خامنه ای بتوانند آزادانه حزب سیاسی داشته باشند یا فعالیت سیاسی آزاد بکنند، تا اونجایی که قانون رو زیر پا نمیگذارند، تا اونجایی که قانون یک کشور دموکراتیک رو میپذیرند. این یکی از مفاهیم برجسته دموکراسی است. دموکراسی به دشمنان دموکراسی هم آزادی کار و کوشش و فعالیت و زندگی اجتماعی و سیاسی و اقتصادی میدهد. دموکراسی این گونه نیست که شما هر کسی رو که از سرند باور به این ارزش های دموکراتیک و حقوق بشری رد نشد، اونها رو خانه نشین بکنید، زندانی کنید، از کشور بیرون برانید یا اونها رو از میان ببرید. نه، دموکراسی به دشمنان دموکراسی هم حقوق میدهد. یعنی شهروندان از هر تیر و تبار و هر باوری که باشند، حتی اونهایی که دشمن ساختار دموکراتیک در کشور هستند، آزادند که دیدگاه های خودشون رو بیان بکنند، آزادی اجتماعات دارند، تا اونجایی که برای براندازی دموکراسی دست به کارهای خشونت‌آمیز نزنند. اینها بنیادهای دموکراتیکی است که در کشورهای مختلف پذیرفته شده. در فرانسه جمهوری هواداران بازگشت پادشاهی آزادی فعالیت دارند. در ایران جمهوری آینده هم هواداران بازگشت پادشاهی آزاد خواهند بود. و این درست است. درست این است که حالا اونها که امروز هوادار دموکراسی هم هستند. من از این فراتر می روم. کسانی که به اندیشه های استالینی باور دارند، کسانی که به یک گونه ای به آنارشیسم می اندیشند، کسانی که مانند سازمان مجاهدین هوادار ساختن یک حکومت خودکامه در کشور هستند، همه اینها می توانند آزاد باشند. حزب دموکرات کردستان ایران غیرقانونی نخواهد بود، آزاد خواهد بود، ولی نمی تواند برای جدایی بخشی از کشور فعالیت های خشونت آمیز بکند. می تواند در این زمینه تبلیغات بکند و در مقابل اون هم مخالفان تبلیغات خودشون رو. سخن بر سر اینها نبود دوست گرامی. سخن بر سر این است که در ساختن یک اپوزیسیون دموکراتیک چه کسانی درگیر هستند. ما امروز قانون اساسی نمی نویسیم، کشور اداره نمی کنیم که در اون بیاییم و بگوییم که گروه خانم رجبی هم در ایران آزادی خواهند داشت. البته بسیاری از کسانی که مانند خانم رجبی یا مسعود رجبی اگر زنده باشند، که برخی میگویند هست، برخی میگویند نیست، اینها به قانون پاسخ خواهند داد بر پایه کارهایی که انجام دادند. و دیگر گروه ها هم همچنین، من و شما هم همچنین، اگر کار نادرستی از ما سر زده، قانون میتواند ما رو مورد پیگرد قرار بدهد و بر پایه قانون بررسی کند که آیا ما باید پرداخت کنیم چیزی، حالا از راه زندان رفتن، از راه پیگرد، از راه محروم شدن از پاره‌ای از حقوق، از راه مالی، یا اینکه ما آزاد هستیم. این رو قانون تعیین میکنه. سخن بر سر این نیست هم میهن گرامی جناب روزبه و دیگر کسانی که در این زمینه با من تماس گرفتید. نقد من به آقای رضا پهلوی یا دیگران در این نیست که چرا اونها به حقوق دموکراتیک خانم مریم رجبی باور دارند. من در یک نشستی نزدیک به 35 سال پیش در آلمان، هنگامی که هنوز آدمی مانند لاجوردی رئیس زندان اوین بود و چنان جنایاتی رو انجام میداد، با صراحت چنین گفتم و ناسزا شنیدم که من به حقوق دموکراتیک آقای لاجوردی باور دارم، من به حقوق دموکراتیک آیت الله خامنه ای باور دارم، من به حقوق دموکراتیک دشمنان دموکراسی باور دارم. یعنی اونها هم باید با یک حقوق دموکراتیک و داشتن وکیل مدافع محاکمه بشوند و نه اینکه کسی هفتیری بردارد و به کار اونها پایان بدهد. این جنایاتی که در آغاز جمهوری اسلامی شد که افراد رو بدون در نظر گرفتن حقوق دموکراتیک اونها با یک محاکمه چند ساعته اعدام کردن، بگذاریم از اینکه اصولا با حکم اعدام مخالف هستم، یک جنایت به شمار می آمد و کسانی که دست در این جنایات داشتن باید پاسخ بدهند در آینده که چرا هویدا با چنین رفتار خشونت آمیزی اعدام شد، بر پایه چه بررسی، چرا بسیاری از امیران ارتش رو این گونه بر پشتبان مدرسه علوی و رفاه اعدام کردند. اینها همه
باید به اونها پاسخ داده بشود. من به حقوق دموکراتیک دشمنان دموکراسی باور دارم. سخن بر سر این نیست. سخن بر سر این است که آقای رضا پهلوی کمر همت بستند که یک جریان اپوزیسیون رو در خارج از کشور در برابر جمهوری اسلامی سازمان بدهند. کار نیکی هم است. در این راستا باید از هر کسی که در این زمینه کار میکند ستایش کرد. ما ممکنه با هم زاویه نظری داشته باشیم، ولی نمیتوانیم به خود اصل کوشش برای ایجاد چنین جریان جبهه اپوزیسیونی خورده بگیریم. ایشان در پاسخ به پرسش صدای آمریکا فرمودند که این سازمان اگر بپذیرد و دست از سر پاره رفتارها بردارد و بگوید که ما به دموکراسی باور داریم، اینها هم می توانند در جبهه اپوزیسیون ایران نقشی داشته باشند. پاسخ من این است که نه، نمی توانند. افراد سازمان، هر کسی می تواند به عنوان فرد از این سازمان جدا بشود و خود رو با کار و کوشش دموکراسی هماهنگ کنه. یک سازمان سیاسی تنها بر پایه یک بیانیه نمیتواند گذشته خودش رو پاک کنه. باید پاسخ بدهد که چرا در گذشته چنین کارهایی رو انجام داده. سازمان مجاهدین خلق سالهای درازی در تباه ساختن زندگی دیگران نقش و جایگاه داشتند، انسانها رو به کشتن دادند، مخالفان خودشون رو بدنام کردند و حتی کوشش کردند در از میان بردن بدنی اونها، یعنی کشتن اونها. خود من رو بارها تهدید کردن هواداران این گروه. حالا من که کاری اصلا نیستم، ولی اونهایی که در این شورایی که اینها به راه انداخته بودن شرکت داشتن و از اونها جدا شدن، میبینید چه ناسزاهایی به اینها گفتن، چه پرونده هایی برای اینها ساختن، چه دروغ هایی درباره اینها ساز کردند. آدم هایی که این گونه پرونده برای مخالفان میسازند نمی توانند یک شبه با اعلام اینکه ما طرفدار دموکراسی هستیم در جبهه اپوزیسیون دموکرات ایران قرار بگیرند. افراد، گروه ها دارای پیشینه هستند و این پیشینه رو باید با دقت و درایت بررسی کرد. سازمان مجاهدین در این سالها، در این 35 سال گذشته، رفته رفته از یک گروه اپوزیسیون تندرو به یک گروه نظامی نیمه مزدور تبدیل شده. گروهی که بسیاری از کسانی که در اون عضو بودند به راستی جوانان جانفشان، آرزومند سربلندی ایران بودند و خیلی از اینها رو همین رفتار سازمان از میان برد. من با بسیاری از کسانی که از این گروه جدا شدن آشنایی دارم و به دردهای اونها گوش دادم و میدانم چه بر سر اونها گذشته و چه رنجی کشیدند از دورانی که در این گروه بودند و چه یادمانده هایی از رفتار پلید مسعود رجبی و پیرامونیانشان با اعضای گروه دارند. به داوری اونها این گروه جایی در فرهنگ دموکراسی ایران نداره. نه این است که فردا آزاد نخواهند بود، چرا، ولی در اپوزیسیون دموکراتیک ایران جایی برای اونها نیست. آقای رضا پهلوی در پاسخ به این پرسش باید میگفتن نه، سازمان مجاهدین حتی اگر فردا یک اعلامیه بیرون بدهد و در این اعلامیه دیدگاه های جان لاک و ژان ژاک روسو و دکارت و دیگران رو مهر کند و امضا زیرش بگذاره، در اپوزیسیون دموکراتیک ایران پذیرفته نخواهد شد، برای اینکه باید تاوان کارهای گذشته خودش رو بپردازه. سالیانی به درازا خواهد کشید که این سازمان بتواند در رفتار و نه در گفتار پایبندی خودش رو به این اصول نشان بدهد. این رو البته باید بیافزایم، در بخش دیگری از این گفتگو آقای رضا پهلوی به درستی گفتند که فکر نمی کنند که این سازمان چنین اصولی رو بپذیرند. ولی باور من این است که ایشان به عنوان کسی که می خواهند یک نقش رهبری کننده در یک جریان سیاسی در خارج از ایران و برای آینده ایران داشته باشند، جدا از اینکه من موافق باشم یا نباشم، ایشان باید با صراحت، روشنی و درایت پاسخ بدهند. شفاف بودن در رفتار یکی از کارهایی است که ما باید در پیش بگیریم. از جمله دیدارهای محرمانه برگزار نکنیم، پول از کشورهای خلیج فارس نگیریم، از امارات، از
همراهی و همکاری با دشمنان ایران پرهیز کنیم. همه اینها چیزهایی است که یا از از همکاری با هواداران از میان بردن یک پارچگی ایران پرهیز کنیم، اینها چیزهایی است که در بنیاد پیدایش یک اپوزیسیون دموکراتیک در ایران وجود دارد. زمینه های پدیدار ساختن یک اپوزیسیون دموکراتیک در خارج از کشور چیست؟ من باز هم میگویم، من فکر میکنم ما میتوانیم و باید یک جبهه گسترده ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی رو در خارج از ایران بنا بکنیم و این جریان باید بتواند در ایران هم نقشی داشته باشد. اشاره خواهم کرد چه نقشی. روشن است که من جمهوری خواه در گام نخست خواهان همکاری و یکی شدن یا همسو شدن کسانی هستم که به دموکراسی پارلمانی آینده بر پایه جمهوری حقوق بشری می‌اندیشند. ولی آیا خودم رو محدود می‌بینند به اینکه تنها در این زمینه در ایجاد چنین جبهه گسترده‌ای تنها باید جمهوری خواهان گرده هم بیایند؟ نه، من فکر می‌کنم جمهوری خواهان باورمند به نکاتی که اشاره خواهم کرد، بازماندگان و یا هواداران پادشاهی چنانچه به دموکراسی جدا باور داشته باشند و این نکاتی رو که اشاره خواهم کرد به اونها هم باور داشته باشند، آدم هایی که از جمهوری اسلامی بریدند و اینک به یک حکومت غیر دینی در ایران بر پای نکاتی که اشاره خواهم کرد باور دارند، همه اینها می توانند، حتی چپ های تند ایران هم، گروه های چپ انقلابی ایران هم، اگر به این نکاتی که اشاره می کنم وفاداری نشان بدهند، جای گفتگو نیست که در یک جبهه گسترده اپوزیسیون می توانند جایگاه برجسته‌ای داشته باشند. این رو البته بیافزایم که به داوری من اتحاد اپوزیسیون در خارج از کشور تنها می تواند بازگو کننده بانگ اعتراض و مبارزه مردم درون ایران باشد. نمی تواند یک دولت در تبعید بنا کند، نمی تواند رهبری خودش رو رهبری مبارزات سیاسی آینده ایران یا امروز ایران بداند. این رو مردم ایران در درون ایران بنا خواهند کرد، از درون و از دل کوران مبارزات در درون ایران ما چنین چیزی رو خواهیم دید، مگر اینکه خود اونهایی که در ایران هستند بگویند که ما به چنین آدمهایی در خارج از ایران امیدوار هستیم. من باور دارم که نقش این نوع اتحاد در خارج باید بیشتر جنبه لابی، جنبه بازگو کننده بانگ واکنش مردم ایران به جمهوری اسلامی و کوشش مردم ایران برای گذار خشونت پرهیز از جمهوری اسلامی به یک ساختار پارلمانی لیبرال در ایران به این یاری برساند، و نه اینکه کسانی بیایند و بگویند که ما به این دلیل که پدرمان پادشاه بوده، به این دلیل که پیشتر رئیس جمهور بودیم، به این دلیل که چنین کارهایی رو در خارج انجام دادیم، به این دلیل که زمانی آدم مهمی در حکومت کنونی یا گذشته ایران بودیم، به این دلیل که این شمار کتاب بیرون دادیم، به این دلیل که این مقدار پول خرج کردیم، همه اینها، هیچ کس نمیتواند در خارج از ایران به این دلایلی که گفتم خودش رو جانشین رهبری در ایران بداند، و باید بپذیریم که چنین کارزاری برای ساختن رهبران آینده ایران باید در درون کشور شکل بگیرد. من در این باره جای هیچ گونه گفتگویی رو نمیبینم و هیچ کس رو شایسته این نمیدانم که به دلایلی که اشاره کردم، یا حتی اگر هم خیلی خوش فکر باشد، بیاید و خودش رو از همین بیرون از ایران رهبر آینده ایران اعلام بکنه، یا مانند خانم مریم رجبی رئیس جمهور منتخب بخونه. خیر، همه کسانی که در این کارزار شرکت دارند باید به عنوان شخص در این کارزار شرکت کنند، و اگر در مبارزات آینده ایران کسانی از میان حتی اونهایی که در خارج از ایران هستند از سوی این جنبش اجتماعی مورد پذیرش قرار گرفتند و فرا خوانده شدند که در این کارزار نقش رهبری ایفا بکنند، خب اون دیگر بسته به جنبش اجتماعی در خود ایران دارد. از این رو ببینیم چه مبانی اساسی باید مورد بررسی ما قرار بگیرد که بر پایه اونها بتوانیم
یک چنین جبهه هماهنگی گسترده ای رو، حالا نام اون هر چه میخواهد باشد، شورای گذار یا چیز دیگری رو به وجود بیاوریم. من در بررسی های خودم و گفتگو با هممیهنان دیگر، نخبگان سیاسی و اجتماعی و فعالان فرهنگی، کنشگران فرهنگی، چند موضوع اساسی رو مبنای نگاه به ایجاد چنین جبهه‌ای قرار دادم که اینها رو امروز میخواهم با شما در میان بگذارم. نخستین بند چنین فراخانی، بند چنین پیمانی، میثاقی، نام اون رو هم پیمان میگذارم، که ما باید یک پیمانی رو در واقع با هم ببندیم. نخستین بند چنین پیمانی یک پارچگی ایران است. یعنی ما با هیچ گروهی که چشماندازی جز ماندگاری و یک پارچگی ایران را داشته باشه نمیتوانیم کار کنیم. خواهید گفت که خب فدرالیزم هم شاید یک مدلی باشد. پاسخ من این است که فدرالیزم قومی پیش درآمد چند پارچه شدن ایران است، و این رو اشاره می کنم از این روی که به گفته بسیار بسیار درست زنده یاد داریوش همایون، این واحدهای قومی دسته های گانگستری خواهد شد. فکر نکنید دموکراسی در اونجا به وجود میآید. گمان نکنید در جمهوری آذربایجان امروز دموکراسی برقرار است، یا قزاقستان امروز که یک کشور مستقل شده از دموکراسی بهره مند است، یا قرقیزستان و دیگر کشورهایی که در اون مناطق هستند. نه، همون دسته هایی که پیشتر زیر چتر اتحاد جماهیر شوروی بودند و رهبران حزب کمونیست این واحدها رو تشکیل میدادن، اینک یک کتاز این جمهوری های مستقل هستند. آقای الهام علیوف پدرش دبیر کل حزب کمونیست جمهوری آذربایجان بود، و امروز ایشون رئیس جمهوری کشور ناسیونالیستی است، به هیچ کس هم اجازه نفس کشیدن نمیداد، مخالفان هم در بند هستند. جمهوری آذربایجان دموکراتیک نیست. فردا فکر نکنید که سرنوشت واحد فدرال جدا شده کردستان ایران متفاوت از اقلیم کردستان آقای بارزانی است، که در اونجا نشانی از دموکراسی شما نمیبینید. همه چیز زیر سایه پرقدرت خانواده بارزانی است، و اونها در واقع این کشور رو مانند صدام حسین که عراق رو اداره میکرد، این اقلیم کردستان رو اداره میکنند، و تمام دارایی این کشور در دست اونهاست، و به مخالفان هم هیچ پروانه نفس کشیدن نخواهند داد، و این در گوش و کنار ایران در دیگر مناطق هم چنین خواهد بود. دموکراسی از راه تجزیه ایران به دست نخواهد آمد. این دموکراسی در عراق به وجود نیامده، در سوریه، افغانستان، در هیچ یک از این کشورهایی که آمدن و حکومت‌های خودکامه و یا حکومت‌های دینی رو با زور نیروی خارجی برانداختند، ما شاهد شکوفایی دموکراسی و آزادی نیستیم. بنابراین نخستین بند یک پارچگی یا همراهی و همکاری مخالفان جمهوری اسلامی حفظ یک پارچگی ایران است، وفاداری به یک پارچگی ایران به عنوان یکی از پیش شرط‌های اساسی است. دومین مسئله دستاورد 70 سال گذشته جامعه بشری است. ما اینک با سندی روبرو هستیم که این سند از همه اسناد چند سده گذشته درباره دموکراسی بسیار بسیار برجسته تر است. آن سند اعلامیه جهانی حقوق بشر است. وفاداری بی برگشت، وفاداری بی چون و چرا به اعلامیه جهانی حقوق بشر، که البته ما می توانیم اون رو هم بپردازیم و گسترش بدهیم، یکی دیگر از بندهای بنیادی این نوع همکاری و هماهنگی و پیوند است. یعنی ما باید به این باور داشته باشیم که اعلامیه جهانی حقوق بشر مبنای ساختن یا نوشتن قانون اساسی آینده ایران خواهد بود. سومین گام در این زمینه دست برداشتن از این کارهای پنهان برای نوشتن یک قانون اساسی در خارج از ایران با کمک دولت‌های خارجی است. این رو باید بدون تردید و چون و چرا کسانی که می‌خواهند در این کارزار شرکت کنند باید بپذیرند و از اون پرهیز کنند. چهارمین نکته گذار از جمهوری اسلامی است. یعنی ما دنبال اصلاح جمهوری اسلامی نیستیم. ما نمیتوانیم خواهان یک جمهوری اسلامی
نسبتا آبکی تر باشیم که تا حدودی حقوق مردم را رعایت کند. در این جای گفتگو نیست که فردا اگر رویدادی به وجود آمد در ایران و پاره از آزادی ها در جمهوری اسلامی به مردم داده شد من با اون مخالف خواهم بود. خیر، هر گونه هر روزنه ای برای نفس کشیدن مردم به سود این جامعه و به سود مردم است. اصلاحاتی که در دورانی در ایران انجام شد، چه در دوران آقای رفسنجانی در حوزه اقتصادی، چه در دوران آقای خاتمی در حوزه سیاسی، فرهنگی و به ویژه آزادی های روزنامه نگاری، همه اینها مثبته برای جامعه ایران. اما تصور نمی توان کرد که جمهوری اسلامی رو می توان از راه اصلاحات به یک دموکراسی حقوق بشری تبدیل کرد. نه، شما نمی توانید یک کشوری رو که بنیادش بنیاد تبعیض است، بر تبعیض بنا شده، این کشور رو بر پایه پاره اصلاحات کشور دموکراتیک و پایبند به اعلامیه جهانی و بشر رو کنید. چنین نخواهد شد. شیرازه این ساختار فرمانروایی از هم پاچیده خواهد شد که باید هم بشود. بنابراین اصل چهارم در چنین همکاری، در چنین پیوندی، باید گذار خشونت پرهیز از جمهوری اسلامی به یک فرمانروایی، یک نظام پارلمانی لیبرال پایبند به اعلامیه جهانی حقوق بشر باشد. از دیدگاه من جمهوری است، من جمهوری خواه، طبیعی است که بر این باور هستم که باید پایبند به یک جمهوری حقوق بشری بود. اما در ایجاد چنین جبهه گسترده‌ای، اگر اتفاق همگانی بر آن باشد که چون میتوان این جبهه رو گسترده کرد واژه جمهوری رو به کار نبریم، میتوان در این باره گفتگو کرد. شخصا زیاد امیدوار نیستم، ولی به هر روی میتوان گفت که پافشاری کرد بر ایجاد یک ساختار نظام پارلمانی حقوق بشری لیبرال، چیزهایی که در اروپا و ایالات متحده آمریکا و کانادا آزمون شده و اینها رو ما پذیرفتیم. موضوع پنجم و بسیار کلیدی است، پیمان بستن کسانی که میخواهند در این چنین پیمان نامه ای، در چنین پیوندی، در چنین اتحاد بزرگی شرکت کنند. پیمان بستن اونها در این است که از دولت‌های خارجی پول نگیرند، از هیچ دولت خارجی، امارات و عربستان گرفته تا ایالات متحده آمریکا، اسرائیل، پنهانی با هیچ دولت خارجی مذاکره نکنند و چشم و نگاه اونها به سوی خود ایران و ایرانیان باشه و هر گونه دخالت نظامی در ایران رو، حتی اگر وعده دموکراسی در اون نهفته باشد، رو رد کنند. یعنی بگویند که ما پول از دولت‌های خارجی نخواهیم گرفت، پیمان‌ها و نشست‌های محرمانه و آشکار با دولت‌های خارجی انجام نخواهیم داد، و یا نهادهای وابسته به دولت‌های خارجی، دستگاه‌های امنیتی یا گروه‌هایی که ظاهراً مستقل هستند ولی در واقع نمایندگان این دولت‌های خارجی هستند، هیچ نشست و برخاستی انجام نخواهیم داد و با هر گونه دخالت نظامی در ایران برای تغییر رژیم آشکارا، صریحاً و بدون گفتگو، بدون هیچ گونه پرهیزی مخالفت خواهیم کرد. اینها مبانی اساسی است. به این معنا نیست که اگر چنین پیمانی بسته شد و چنین جبهه‌ای به وجود آمد و چنین نیروی شکل گرفت، این نیرو به طور یک پارچه نتواند با نمایندگان دولت‌ها و گروه‌ها وارد گفتگو بشود. در آنجا دیگر کار پنهان فردی نیست، گروهی نیست. یک پارچه صدای مخالفان ایرانی در خارج به طور شفاف، اصولی و بر پایه آنچه که اشاره کردم میتواند گفتگوهایی بکند که این گفتگوها باید آشکار باشد و در فردای این گفتگوها سند مربوط به اینکه چه چیزهایی گفته شده منتشر بشود، پنهان هم نباشد. ولی هیچ کجا نباید پای پول گرفتن از دولت‌های خارجی برای آینده ایران باز بشود. اینها مسائل بسیار اساسی است و ما اگر نتوانیم بر سر چنین مسائل اساسی با یکدیگر همراه بشویم، نخواهیم توانست جریانی رو به وجود بیاوریم که مردم در داخل ایران به اون اعتماد بکنن، نه به عنوان رهبری، بلکه دست کم صدای اونها در خارج از ایران. و سرانجام هم در پایان افراد باید در چنین جریانی با حقوق مساوی شرکت کنند. هیچ کس بر دیگری نباید برتری داشته باشد و جای
و جایی برای گروه ها و کسانی که آلوده هستند، دستشون به خون مردم آغشته است، وابسته به گروه هایی هستند که این گروه ها در صدای چند پارچگی ایران هستند، گروه هایی هستند که پیشتر از دولت های خارجی پول گرفتند، نشست و برخاست داشتند، و یا کسانی هستند مانند رهبران سازمان مجاهدین خلق. اینها در چنین جبهه جایی ندارند. طبیعی است که کسانی که خطا کردند، اشتباه کردند، کج رفتاری کردند، می توانند با انتقاد از خود، حتما هم انتقاد کردن از خود، در چنین کارزاری شرکت کنند و باید شرکت کنند. باید این کار رو هر چه می توان همگانی تر کرد، هر چه می توان بیشتر و بیشتر گسترش داد. اما اینها اصول بنیادی و بدون گذشت از چنین برای ایجاد چنین کاری است. از اینها نمی توان گذشت، از این مبانی که اشاره کردم. من اینها رو به زودی خواهم نوشت و منتشر خواهم کرد، ولی خواستم اینجا اینها رو با شما همیهنان گرامی در میان بگذارم. سخن به درازا کشید. میخوام با شما امروز چیزهایی رو شریک بشوم که میدانم آگاه هستین از اون، که بسیار هم دردناک هست، و ولی دیدن اونها شاید بد نباشه. سفری است به تاریخ، سفری است به نزدیک به 40 سال پیش، و مکس زدن دروغ هایی است که در این 40 سال به مردم ایران تحویل دادند. آقای خمینی در همون دورانی که هنوز به طور رسمی دولت در ایران دولت پادشاهی بود، از فرانسه به ایران پرواز کرد و رفت در بهشت زهرا و یک سخنرانی تاریخی انجام داد. من میخوام امروز فرازهایی از این سخنان رو برای شما پخش کنم و نشان بدم تا چه اندازه همین سخنان مشروعیت گذار از این حکومت رو به ما میدهد. به بخش آغاز این سخنان توجه کنید. زنهای جوان مرده، مردهای اولاد از دست داده، طفلهای پدر از دست داده، من وقتی چشمم به بعضی از اینها که اولاد خودشون را از دست دادن میفتد، سنگینی در دوشم پیدا می شد که نمی توانم تاب بیارم. من نمی توانم از عهده این خسارات که بر ملت ما وارد شده است برایم. من نمی تونم تشکر از این ملت بکنم که همه چیز خودش را در راه خدا داد. بله، از جمله ایشان میگویند که هنگامی که میشنوند پدری فرزندش رو از دست داده، فرزندی پدرش رو از دست داده، گوش ایشان سنگین میشود. این آقای خمینی سخنان رو در بهمن 1357 ایراد کردند. در خرداد 1367، 10 سال پس از این، پیش از مرگشون، به گفته یکی از نزدیکترین یارانشون در اون هنگام، یعنی آقای منتظری که بنا بود ولی فقیه بشود و خوشبختانه کنار گرفت، ایشان فرمان کشتن کسانی رو دادن که در زندان به سر می بردند. کشتار 67، کشتار هزاران زندانی سیاسی که حکم اونها هم صادر شده بود، برخی بنا بود چند سال دیگر، چند ماه دیگر آزاد بشوند. اینها رو به فرمان مردی کشتند که میگفت خبر کشته شدن انسانی که به گوش من میرسد، گوش من سنگین میشود. این گوش ایشان چنان سنگین شده بود که 10 سال پس از اون نه تنها این فرمان رو دادن، به گفته آقای خلخالی همه فرمانهای اعدامها خود آقای خمینی برش دستی نمی نهاد. ببینید، بسیاری هستند حکومت‌هایی در جهان که در آغاز با وعده خوب آغاز می‌شوند، و شاید در آغاز هم کارهای نیکی از این حکومت‌ها
دیده می شود و رفته رفته این حکومت ها رو به فساد می نهد. ولی جمهوری اسلامی پایه آغاز خودش رو بر دروغ و ریا نهاد، بر پایه دروغ به مردم آقای خمینی فراز خودش رو به فرمان روای ایران آغاز کرد. بخش دیگری از این سخنان رو میشنویم میبینیم. نامه دارد ملت ما چه میگفتند که مستحق به این عقوبات شدن؟ ملت ما یک مطلبش این بود که این سلطنت پهلوی از اول که پایه‌گذاری شد برخلاف قوانین بود. اونهایی که در سن منند میدانند و دیدند که مجلس مؤسسان که تأسیس شد با سرنیزه تأسیس شد، ملت هیچ دخالت نداشت در مجلس مؤسسان. مجلس مؤسسان را با زور سرنیزه تأسیس کردند و با زور وکلای او را وادار کردند به اینکه به رضا شاه رأی سلطنت بدهد. پس این سلطنت از اول یک امر باطلی بود، بلکه اصل رژیم سلطنتی از اول خلاف قانون و خلاف قواعد عقلی است و خلاف حقوق بشر است. برای اینکه ما به راستی دردناک است و همچنین افزون بر دردناک بودن بسیار گویاست که چگونه ایشان با این زبان به مردم دروغ میگویند. در بخش دیگری از این سخن میگند که اگر هم مجلس مؤسسانی رأی داده باشند به پادشاهی رضا شاه، ما که نمیتوانیم برای نسلهای آینده رهبر تعیین کنیم. آقای خامنه ای رو کسی حتی بهش رأی نداده. آقای خامنه ای رو یک مجلس خبرگان رهبری محرمانه بر پایه وصیت آقای خمینی و پادرمیانی آقای رفسنجانی به این جای نهادند. مردم ایران در رأی به ایشان هیچ نقشی نداشتند. دست کم در مجلس مؤسسان سال 1304 بنا بوده که پادشاهی مشروطه در ایران به وجود بیاید، یعنی شاه نقشی در فرمان روایی نداشته باشد، در حالی که بر پایه قانون اساسی ایران ولی فقیه همه کاری مملکت است. نگاه کنید به بخش دیگری از این فرمایشات. برای اینکه ما فرض میکنیم که یک ملتی تمامشون رأی دادند که یک نفری سلطان باشد، بسیار خوب، اینها از باب اینکه مسلط بر سرنوشت خودشون هستند و مختار به سرنوشت خودشون هستند، رأی اونها برای اونها قابل عمل است. لکن اگر چنانچه یک ملتی رأی دادند ولو تمامشون به این که اعقاب این سلطان هم سلطان باشد، این به چه حقی ملت 50 سال پیش از این سرنوشت ملت بعد را معین می کند؟ سرنوشت هر ملتی به دست خودش است. ما در زمان سابق فرض بفرمایید که زمان اول قاجاریه می بینید که تا چند اندازه این وعده ها و سخنانی که در 12 بهمن 1357 از سوی این شیاد تاریخی ایران به مردم ما داده شد و مردم فریب خوردند، تا چند اندازه بنای این حکومت بر این نوع اندیشه ها و بر این نوع دروغ ها نهاده شده و امروز هم این سخنان و این حرف ها ادامه داره. من در برنامه هفته آینده به درازا وعده های آقای خامنه‌ای که جانشین آقای خمینی هستند باز میکنم. به بخش دیگری از این سخنان آقای خمینی گوش کنید. بودن میتوانند سرنوشت یک ملتی را
که بعدها وجود پیدا می کنند اونها تعیین بکنند. این هم یک دلیل که سلطنت محمد رضا سلطنت قانونی نیست. علاوه بر این سلطنتی که در اون وقت درست کرده بودند و مجلس مؤسسان هم ما فرض کنیم که صحیح بوده است، این ملتی که سرنوشت خودش با خودش باید باشد در این زمان میگد که ما نمیخواهیم این سلطان را. وقتی که اینها رأی دادند به این که ما سلطنت رضا شاه را، سلطنت محمد رضا شاه را، رژیم سلطنتی را نمیخواهیم، سرنوشت اینها با خودشون است. این هم یک راه است از برای اینکه سلطنت او باطل است. گویا یک بخش پایانی هم از این برنامه، از این سخنان آقای خمینی باقی مانده. اجازه بدهید که به این بخش پایانی هم نگاه کنیم، اگر بخش پایانی در پیش هست، چون من به یاد ندارم چند بخش شده و در استودیو هم نیستم. اگر بخش پایانی رو هم نگاه کنیم و من بله و بعد در این باره با شما گفتگو کنم. آمریکا با این حیله که این مرد هم دخالت داشت، با این حیله نفت را از ما برد و برای خودش در عوض پایگاه درست کرد. این هم از ناحیه نفت، که این نفت ما را اگر چند سال دیگه خدای نخواسته این عمر پیدا کرده بود، عمر سلطنتی پیدا کرده بود، مخازن نفت ما را تمام کرده بود، زراعتمون هم که تمام کرده، این ملت به کلی ساقط شده بود و باید عملگی کند برای اغیار. ما که فریاد میکنیم از دست این، برای این است خونهای جوانای ما برای این جهات ریخته شده، برای اینکه آزادی میخوایم. ما 50 سال است که در احتناق به سر بردیم، نه مطبوعات داشتیم، نه رادیو صحیح داشتیم، نه تلویزیون صحیح داشتیم، نه خطیب میتوانست حرف بزند، نه آنچه که دیدید فرازهایی بود از نخستین سخنرانی آقای خمینی در ایران. ایشان در هنگامی که پاریس بودند وعده‌های خیلی خیلی بیشتری رو به مردم ایران دادند درباره دموکراسی، آزادی، و بسیاری هم فریب این وعده‌ها رو خوردن، تا جایی که برخی از آدم‌هایی که من می‌دانم آدم‌های هوادار حکومت دینی نبودند، در اون هنگام در نوشتارهای خودشون چنین بازتاب میکردن که این آقای خمینی از جنس دیگری است، ایشان قصد حکومت دینی ندارد. بعدها هم پشیمان شدن از این سخنان. خب بخشی از این فریب عمومی به خاطر این حرفایی بود که ایشون میزدند. ببینید در این سخنرانی که در بهشت زهرا کردند، آقای خمینی بدون اینکه به یادداشتی نگاه بکند وعده هایی میدهد و یک جنبه های عقلانی رو برای بیان دیدگاه های خودش مطرح میکنه. میگوید که پادشاهی در ایران گرفتاریش در این است که برای نسل های آینده تصمیم میگیرد و هیچ ملتی نمیتواند این حق رو از نسل های بعدی بستاند. ایشان میگوید اگر هم آمده باشند در مجلس مؤسسانی پادشاهی برای آن روز ایران تعیین کرده باشند، این پادشاهی نمیتواند موروثی بوده باشد، زیرا شما دارید سرنوشت نسل‌های بعدی رو هم تعیین میکنید. و جالب اینجاست که ایشان باورمند به آیین شیعی هستند که میگویند بنا بوده جانشین پیامبر اسلام علی ابن ابی طالب داماد ایشان باشند و سپس نسل در نسل رهبری دینی جامعه اسلامی باید در خانواده علی ابن ابی طالب جاودان می شده. ولی به پادشاهی که می رسند می کنیم کار خطاست. چگونه است که در تعیین سرنوشت مردم در همه زمینه های زندگی اجتماعی و عمومی و سیاسی و همه چیز یک امامی که ایشان فرزند امامی دیگر هست سخنش چیره است، اما در مورد پادشاهی چنین نیست. افسون بر این، اگر این سخن آقای خمینی درست بوده باشد، این آقای خامنه‌ای چه کار می کند؟ این آقای خامنه‌ای که اینک
برای یک نسل تمام کشور رو اداره کرده و همه چیز بر دست اوست، چگونه و بر پایه کدام اختیار، کدام انتخاباتی، کدام مجلس مؤسسانی آقای خامنه ای آمدن و به چنین نقشی رسیدن؟ مجلس مؤسسان دوران رضاشاه و مجلس مؤسسان پیش از اون مجلس هایی بودند که در اون دست کم یک نوع وفاداری به قانون دست کم در ظاهر حفظ می شود. مجلس خبرگان جمهوری اسلامی هر گونه وفاداری به این قانون رو با تصویب اصل ولایت فقیه به کنار نهاد. ولی فقیه بر همه قوانین کشور چیره است. دیدگاه او می تواند همه چیز رو تحت تأثیر خود قرار بدهد. یک فرد از آنجایی که بناس نماینده امام ناپیدا در زمین باشد، بر جان و زندگی همه مردم و بر همه رفتارهای دولتهایی که رفتند و انتخاب شدند چیره است. یعنی آقای روحانی، آقای خاتمی، آقای احمدی نژاد، آقای رفسنجانی و دیگران هر چندازه هم رأی آورده باشند، در مقابل رأی یک نفر هیچ است. مردم میتوانند 90% به یک رئیس جمهور رأی بدهند و یک نفر میتواند این رأی رو دگرگون بکند. دست کم دولت پادشاهی چنین نمی کرده، ظاهرا اعلام می کرده که رأی مردم محترمه. وعده های دیگری که در این دوران داده شد، گفتند که شاه جنایت کرده، در دوران شاه فساد بوده، گفتند در دوران شاه آزادی روزنامه نگاری نبوده، آخوند بر منبر نمی توانست در حرفی رو که می خواهد بزند، منبری ها ممنوع بودند، آزاد نبودند. امروز کی آزاد هست؟ چه میزان آزادی بیان در ایران وجود داره؟ تا چه اندازه ما با کشوری روبرو هستیم که دست کم در دوران گذشته وکیل مدافع کسی رو که رفته بود و از متهم سیاسی دفاع میکرد، مانند آقای بازرگان یا جزنی، اون رو نمیگرفتند، ولی در جمهوری اسلامی وکیل مدافع کسی رو که حکومت به بند کشیده او رو هم میگیرند که شما چه حق دارید؟ چه حق داری از این آدم دفاع کنید؟ شما بروید در آرشیو سخنرانی ها و فرمایشات آقای خمینی و در وبسایت آقای خامنه‌ای نگاه کنید چه وعده های دروغی به مردم ایران داده شده، تا چند اندازه مردم ایران رو به بازی گرفتند و هیچ گونه حقوقی رو برای اونها قائل نیستند، و سپس میگویند که حکومت ما آزادترین حکومت تاریخ بشر است. بر روی اجازه بدهید که این موضوع رو به ویژه بخش نخست گفتگوی امروز رو در مورد گرد هم آمدن ایرانیان برای یک کار بزرگ در هفته های آینده پیگیری کنیم. تا هفته آینده، روز روزگار و شما خوش باد.